به نام خدا و با عرض سلام خدمت تمامی شما بیننده های عزیز تلویزیون تیوی چراغ، امیدوارستم تمامتان خوب و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزهای سرد و خوبی و خوشی بگذرانین. بیننده های عزیز، بازم برگشتیم با یک دیگه از برنامه های زن و سلامتی. باز هم ما دینا شانشای یک ساعت مهمان خانه های شما و میزبان بزرگترین شخصیت های تیوی کشور هستم و امیدوارستم شما هم تا آخرین دقایق برنامه بیننده برنامه خودتان باشین. امروز در برنامه روی فشار بلند خون صحبت می داشته باشیم که روی همین موضوع امروز داکتر صاحب شفیع الله نصرتی، متخصص امراض داخله عمومی و همچنان استاد دانشگاه را با خود در برنامه داریم که در نخست خیلی خوش آمدید میگم داکتر صاحب را به برنامه. داکتر صاحب خوش آمدید. سپاس، زنده باشین. تشکر. من هم سلام تقدیم می کنم به شما و به بیننده عزیز. امیدوار هستم که لباس صحت و عافیت بدن داشته باشند و هوا سرد شده متوجهشان باشند که مریض نشن. شما سلامت باشین دکتر صاحب. در نخست بر ما بگوین که فشار بلند خون خودش چی است؟ خب ببینین، با قبل از اینکه در مورد فشار بلند خون صحبت کنیم باید بگیم که فشار خون چی است. بله. ببینین، بدن ما شما از حجرات ساخته شده. تمام حجرات بدن ما شما بالاخره به مواد غذایی، انرژی و اکسیژن ضرورت داره. این مواد غذایی و اکسیژن توسط خون به حجرات انساج بدن ما میرسه. قلب وظیفه داره که خون پمپ بکنه، این خون وارد رگهای بدن شوه و رگهای بدن به قسمتهای مختلف بدن ما شما خون و اکسیژن را برسانند. وقتی که قلب خون را پمپ میکنه، در نتیجه پمپ کردن خون، در نتیجه جریان خون در رگها، بالای جدار رگها یک فشار ایجاد میشه، یک کشش ایجاد میشه. بله. کمی فشاری که بالای جدار رگها ایجاد میشه در نتیجه عبور خون، ما این را به نام فشار خون یاد میکنیم. یعنی فشار خون نرمال وجود داره، اما این فشار یک حد داره. هر زمانی که این فشار از حد نرمالش بیشتر شوه، بله، بلندتر بره، ما میگیم فرد فشار بلند خون داره. یعنی اصطلاحی که غلط استفاده نشوه، فشار خون همگی ما داریم، تمام انسانهایی که زنده هستن فشار خون دارن، اما این فشار اگر از همون رنج یا محدوده نرمالش بلند بره، وقت ما بگیم که فرد فشار بلند خون داره. طبابت فشار بلند خون یا های بلد پرشر یا هایپرتنشنه. قسم تعریف میکنن که هرگاه در دو یا بیشتر از دو وزیت دکتر فشار خون یک شخص 140/90 یا بیشتر از او باشه، 140/90 باشه یا بیشتر از او باشه، ما میگیم که فرد فشار بلند خون داره. اگرچه در کتابای جدید 2020 2019 در کرنت گفته شده که حتی ایرنج پایین آمده، ما فشار بالاتر از 130/85 هم هایپرتنشن قبول میکنیم. بله. اما در کتابای قبلی زمانی که فشار خون یک شخص 140/90 یا بالاتر از او شوه، حداقل در دو یا بیشتر از دو وزیت دکتر ما برش بگیم فشار بلند خون داره، و یا هم در اولین وزیت اگر فشار خون یک نفر 180/110 یا بالاتر از او باشه، بله، ما در اولین وزیت قضاوت میکنیم که فرد فشار بلند خون داره. بله، بسیار خوب دکتر صاحب. عوامل اصلی که باعث بالا رفتن فشار خون میشه چی است؟ بله، ببینین، از نظر اسباب، از نظر عوامل که چرا نزد یک فرد فشار بلند خون به میان میآید، ما فشار بلند خون را به دو نوع تقسیم میکنیم. بله. ما یکی پرایمری یا اسنشیال هایپرتنشن داریم یا فشار خون ابتدایی. بله. و دیگه شکل سکندری داریم یا فشار خون ثانوی. در 90-95% از افراد ما هیچ گونه دلیل سببی برای فشار بلند خون دریافت نمیتونیم. تا حال طبابت قادر به این نشده که چرا فشار خون یک نفر بلند میره، چرایش دریافت کنه. درست. مثلا عین غذا را من هم میخورم، شما استفاده میکنید، فشار شما بلند میره، از من نمیره یا برعکس. بله. در 90-95% از افراد اصلا برای فشار خون دلیل سببی و زمینه‌ای دریافت نشده که همون و فشار بلند خون به نام فشار خون ابتدایی یا اسنشیال یا پرایمری هایپرتنشن یاد میکنند. شاید یک تعداد فاکتورهای محیطی یا ژنتیکی در نقش داشته باشه، اما در 5-10% از افراد ما میتونیم دلیل بلند رفتن فشار خون یا سببش را دریافت کنیم که ما او را به نام سکندری بلاد پرشر یاد میکنیم. بله. که دو گروه یک تعداد امراض است، مثلا کسایی که هایپرتایرویدیزم دارن یا فرط فعالیت غده تایروید دارن، این غده جاغورشان از حد نرمال زیاد کار میکنن، کسایی که کوشینگ سندروم دارن، کسایی که فیوکروموسایتوما دارن. درست. یا یک تعداد دواها بالاخره میتونن که فشار بلند باشه، یا کسایی که رنال آرتری استینوزس دارن. بله. یعنی ما در 90-95% از افراد ما دریافت نمیتونیم چرا فشارش بلند رفته، دلیلش تا حال تثبیت نشده.
تا 5 تا 10% از افراد ما میتونیم که تشخیص بدهیم که آیا مشکل خود تایرید یا جاغور بله است، مشکل عدم کفایی گرده هاست، مشکل شریان گرده هاست، یا بالاخره چندین مشکل دیگه که میتونه سبب بلند رفتن فشار خون شود. بله اما ما از نظر اعراض علائم، نظر به سن، باز بعضن میتونیم که تفریق بکنیم که آیا فشار خون یک شخص از نوع ابتدایی است بله یا از نوع ثانوی است. در افرادی که سنشان بین 25 تا 50 سال است، بله فشار خون از اینا اکثرا از نوع ابتدایی می باشد. اکثرا هیچ نوع دلیل سببی برش دریافته نمیتونید. اما افرادی که نزدشان فشار بلند خون در سنین پایین به وجود میاد، در سنین پایین تر از 25 سال به وجود میاد، در اونا اکثرا باید دلیل سببی دریافت شود. مثلا شما یک دختر یا یک پسر جوان میبینین 18 ساله، 15 ساله، 16 ساله، بله. فشار خونش 160 170 بر 100، ای از نوع ثانوی است، ای حتما یک دلیل داره که باید دریافت شه. آیا مشکل در گرده هاست؟ آیا یک مشکل یک غده دارند به نام فیوکروموسایتوما؟ بله. یک تومور است او است، یا مشکل خود تایراید است، یا کوشینگ سندروم است، یا هر دلیل دیگه که داره او باید دریافت شه. اما در سنین بالاتر باز اکثرا دلیلش دریافت شده نمیتونه. بله خب بسیار خوب دکتر صاحب، راجع به اعراض علائمش بگوین. یک شخصی که دارای فشار بلند خون میباشد کدام علائم را داره؟ ببینید در طبابت فشار بلند خون به نام سایلنت کیلر یاد میکنن، یا قاتل خاموش. بله. قاتل خاموش به می خاطر یاد میکنه که فشار بلند خون اکثرا بی سر و صدا پیشرفت میکنه. یعنی یک فرد فشار بلند خون داره اما کاملا احساس صحتمندی داره، از هیچ چیز شکایت نمیکنه. همراه شما صحبت میکنه، نمیگه سرم درد میکنه، نه کدام مشکل دیگه داره، هیچ کدام مشکل نداره، اما در نهایت باعث پیشرفت، باعث اختلالات شده میتونه. بله. در اکثر اوقات فشار بلند خون هیچ نوع اعراض علائم داشته نمی باشه و در از این خاطر ما برای سایلنت کلر یا قاتل خاموشت میگیمش. اما نزد بعضی از افراد فشار بلند خون میتونه که سبب ایجاد سردردی، گنگسی، برنگس گوش ها، دب شدن گوش ها، احساس سرچرخی شوه. بسیار خوب. از این خاطر فشار بلند خون یکی از اسباب مرگ های ناگهانی است. یک تعداد بله. افراد شما میبینید که میگن جور تیار بود مرد، نه بله. جور تیار بود به حق رسید. علت از او اکثر اونو فشار بلند خون داشتن، اما فشار بلند خون چون اعراض و علائم نداشته از اینا هم پوشیده مونده. اکثرا به شکل تصادفی فشار خون یک نفر تشخیص میشه، یک فرد به خاطر یک مشکل دیگه نزد دکتر مراجعه میکنه، وقتی که در معاینات روتینی که دکتر اجرا میکنه، معاینات فیزیکی، فشارش که چک میشه، فشارشان بلند میباشه. بله. پس اکثرا هیچ اعراض و علائم داشته نمی باشه، بعضا میتونه که سبب چی شوه، سردردی و گنگسی و برنگس و گوش ها بنگه باشه. بسیار خوب دکتر صاحب، اگر راجع به فاکتورهای خطرسازش هم برای ما بگوین که بیشتر آیا فشار بلند خون نزد خانم ها به وجود میه یا هم آقایان؟ خب ببینین فشار بلند خون نزد هر دو جنس است. بله. فشار بلند خون امروزه در جهان یک معضله است. یک معضله به این خاطر است که سایلنت کیلر است، اعراض و علائم نداره، وقوعاتش هم رو به افزایش است. چرا وقوعاتش رو به افزایش است؟ به خاطر که یک تعداد فاکتورها است که افراد را مساعد برای فشار بلند خون می سازه. بله. فشار بلند خون به جنس تعلق نداره، هم در خانم ها است، هم در مرد ها است. حتی یعنی دقیق گفته نمیتونیم که نزد خانم ها یا مرد ها بیشتر است. در بعضی بله. گفته شده که نزد مرد ها بیشتر است، چون مرد ها زیادتر از سیگریت استفاده میکنند. بله. اما ما یک تعداد ریسک فاکتورها داریم به خاطر از اینکه یک فرد فشار بلند خون پیدا کنه. مثلا کسایی که رژیم غذایی را درست مراعات نمیکنند، یعنی از غذاهایی که در ترکیبشون سدیم بیشتر دارن استفاده میکنند، اینا بله. معمولا مساعد برای فشار بلند خون میشن. یک تعداد کسایی که وزن زیاد دارن، خود چاقی یک ریسک فاکتور است برای اینکه یک شخص فشار بلند خون پیدا کنه. بله. کسایی که از سیگریت استفاده میکنن، کسایی که از الکل استفاده میکنن، کسایی که انزایتی دارن، کسایی که استرس دارن، نگرانی دارن، کسایی که ورزش نمیکنن، بالاخره تمام از اینا میتونه که یک فرد را مساعد برای فشار بلند خون بسازه. و تاریخچه فامیلی یا ژنتیک یا فاکتور ژنتیکی هم شون بله. نقش داره. کسایی که اقارب درجه اولشان، مثلا پدر و مادرشان، خواهر و برادرشان مصاب به فشار بلند خون باشه، اکثرا اولادشان مساعد برای فشار بلند خون میباشه. بعضی کسا میگن که ما تاریخچه فامیلی امراض قلبی و فشار بلند خون داریم. بله. پس ژنتیک و ارثیات هم شون نقش واضح در به میان آمدن فشار خون داره. بله بسیار خوب دکتر صاحب. دکتر صاحب فشار عصبی چی است؟ معمولا ما افراد را میبینیم که میگن فشار عصبی ما بالا است. آیا فشار عصبی هم امو فشار خون را میگن یا او فرق داره؟ بله ببینین واقعا اصطلاحی که نادرست و غلط استفاده میشه موضوع فشار عصبی است. بله. اصلا در طبابت چیزی به نام فشار عصبی وجود نداره.
شاید عوام امو احساس تنشن و احساس نگرانی که دارن، احساس مشکل روحی که برشان پیدا شده یا بوجی که بالای مغزشان است، شاید دور فشار عصبی بگوین. اما در طبابت چیزی به نام فشار عصبی وجود نداره. ما بعضا در معاینه خانه می باشیم، یک مریض مراجعه میکنه فشارش خیلی بلند، وقتی ما کوشش میکنیم برش دوا بدیم که فشارش پایین بیاد، بله. میگن ما دوا نمیخورم، فشار ما فشار عصبی است. خب فشار و خون نظر به هر دلیلی که بلند بره باید کنترل شه، چی از نوع ابتدایی باشه، چی از نوع ثانوی باشه، چی مشکل عصبی باعث فشار بلند و خون بله. شده باشه، بالاخره باید کنترل شوه. یعنی ما خود باید این رقم فریب نتیم بگیم فشار عصبی است بر ما ضرر نمیرسانه. فشار و خون نظر به هر دلیلی که بلند بره باعث یک تعداد کمپلیکیشن ها، باعث یک تعداد اختلالات و مشکلات بعدی نزد انسان ها میشه. دقیقاً. پس چیزی در طبابت به نام فشار عصبی وجود نداره. فشار اونم فشار خون است. افرادی که اصطلاح فشار عصبی رو به کار میبرن، شاید هدف از اونا اونمون نگرانی و تشویش باشه. بله. اما به این معنی نیست که اگر فشار خون یک نفر نسبت نگرانی بلند رفت، ما او رو کنترل نکنیم. بالاخره فشار نسبت به هر دلیلی که بلند رفت باید پایین آورده شه، باید کنترل شه. به خاطر که علت اصلی سکته های قلبی، سکته های مغزی، عدم کفایت گرده ها، از بین رفتن دید چشم ها، مشکلات بله. شرایین محیطی، بعضی مشکلات جنسی، اینا تمامشان فشار بلند خون میتونه باشه. بله. ولی که نظر به هر دلیلی بلند رفته باشه. بسیار خوب. بسیار تشکر از شما دکتر صاحب. بس با شما ادامه خواهد داشت. بیننده های عزیز، صحبت های ما ادامه خواهد داشت، اما بعد از یک میان برنامه خیلی کوتاه. در ادامه برنامه زن و سلامتی هستیم. تمام شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه، و امروز در برنامه روی فشار بلند خون با دکتر صاحب صحبت می داشته باشیم. شما هم اگر کدام سوالی دارین می توانین سوالاتتون را با ما در میان بگذارین و حال هم بس را با دکتر صاحب ادامه می دیم. خب دکتر صاحب، بر ما راجع به این بگوین که آیا خوردن بعض از غذاها مثل سیر و یا ماست در پایین آوردن فشار خون رول داره یا خیر؟ چون بعضی ها را ما می بینیم که اصلا از دوا استفاده نمی کنن و به جایش از بعض از خوراک ها استفاده می کنن. راجع به این بر ما بگوین که چقدر می تونه رول داشته باشه. بله، ببینین غذاها در بلند رفتن و یا هم در پایین آمدن در هر دو حالت در فشار بلند خون نقش دارن. یک تعداد غذاهاست که میتونه فشار بلند خون ما رو بلند ببره، یک بله. تعداد غذاهاست که میتونه فشار خون ما رو پایین بیاره. نه شک نیست که استفاده از سیر، استفاده از ماست، استفاده از آب میتونه که فشار خون ما و شما رو پایین بیاره. اما به این معنا نیست که ما دیگه دوا نخوریم. بله. و تنها غذا استفاده کنیم. بعضا ما به یک مریض دوا توصیه میکنیم، بیبی که دوای ما را قطع کرده و بله. تنها سیر استفاده میکنه. من نمیگم سیر فشار پایین نمیره، شاید اگه فشار شما 150 بر 100 باشه، سیر بیارش ده 140 بر 90 بازم کار نکرد. بله. هنوز شما در اینجا هایپرتنشن هستین. فشار شما اگر باشه 165 بر 100، شاید سیر باعث از ایشک فشار شما 155 بر 100 شد. ببینید تا حد پایین میاره، اما هیچ گاهی غذا جای دوا را گرفته نمیتونه. درست. اگر یه قدر ساده می بود به خاطر ساخت یک دوا میلیارد ها دلار در جهان مصرف میشه و یک دوا در طبابت ساخته میشه 10-12 سال در بر میگیره. بله. پس یه قدر مصارف، یه قدر زمان، یه قدر آزمایشاتی که صورت میگیره که یک دوا ساخته میشه، کلی زینا ناحق نیست دیگه. بله. ما میتونیم که در بر علاوه از اینکه از دوا استفاده کنیم، از غذاها هم استفاده کنیم، شاید دوز دوای ما رو کم بسازه، همراش پرهیز غذایی هم بکنیم. بله. مثلا نمک کم بگیریم، از غذای پتاسیم داره زیاد بگیریم، از سیر استفاده کنیم، از ما استفاده کنیم. خود نوشیدن آب باعث پایین آمدن فشار میشه. بسیار. که ما باید استفاده بکنیم. اما با این معنی نیست که اگر ما سیر استفاده کنیم بگیم شام یک تا سیر خوردیم، باز یک خاطره جالب، من کسی رو دیدم که سیر را کسی گفته بودی زنده بخو مثل تابلت، یک تا سیر گفتم زنده خورد. بله. که فشار تا پایین میاد. ببینید چقدر مضر است این کار. این کار درست نیست. دقیقاً. پس میتونیم ما از غذاها استفاده کنیم، اما در پهلوی دوا. به این معنی که ما دوای خود قطع کنیم و چیزی که دکتر توصیه کرده او رو خود ما رد کنیم، ما دکتری کنیم ایواز از او. بله. ما از تنها از غذا استفاده کنیم، شاید واقع خوب نداشته باشه. بله، بسیار خوب دکتر صاحب. یکی از بیننده های ما سوال کردن و گفتن که 47 سال هستن و اکثر مواقع فشار خون از اینا پایین است، بخاطر از اینکه بتونن فشار خونشان را برابر بسازن چی باید انجام بدن؟ ببینین کسایی که فشار بلند خون دارن ابتدا باید دلیلش تشخیص شه. بله. چرا فشار بلند؟ اکثرا دخترهای جوان فشار خون پایین دارن، فشارشان اکثرا ببینی 85 90 100 100 بر 60 90 بر 60 این رقم میباشه. بله. اکثرا فشار پایین دارن و دلیل این فشار پایین اکثرا در دخترای جوان هم امو کمبود آهن
و کمخونی نوع فقدان آهن یا ایرن دیفیشنسی انیمیا می باشه. بله. و این اکثرا ارتوستاتیک میگه شسته باشیم استاد میشیم سرما دور میزنه چشم آسیایی میکنه زیادتر سردرد میشیم اینا تمامشان امو نشانه های کمخونی نوع فقدان آهن یا امو ایرن دیفیشنسی انیمیا هست نزد از اینا پس کسایی که فشار خون پایین دارن معمولا اینا باید امو لایف استایلشان تغییر بدن و از بعضی غذاهای استفاده بکنن که فشار خون زینا را دوباره بلند ببره یا بعضی حرکات از فشار خون زیاد بلنده مثلا بله. اینا فشار خون پایین دارن اینا کوشش بکنن که هر زمان که فشار خونشان پایین بود بیر هم که چک نکردن خودشان بگن پایین است بله. هر وقتی که چک کردن فشار خود و فشارشان دیده شد که پایین است اینا میتونن شربت لیمو استفاده کنن دش عوض بوره کمی نمک بردن یک بسیار خوب. کوش کنن دراز بکشن زیر پای خود یک دو سه تا بالش تبانن جریان خون طرف مغزشان بیشتر میشه و از باعث فشار خون که سردردی پیدا کردن سردردی و گنگسیز اینا رفع میشه بسیار همین خوب. کارا رو بکنه انشالله خوب میشه بله بسیار خوب دکتر صاحب. و باز هم یکی از بیننده های ما پرسش داشتن و گفتن که علت اصلی فشار خون در دوران جوانی چی می باشد دکتر صاحب؟ خب ببینید ما قبلا گفتیم فشار خون دو قسم است بله. یکی نوع پرایمری یا ابتدایی است دیگه نوع ثانوی است مهم. اکثرا در جوانی هدفم قبل از سن 25 سالگی فشار خون از نوع ثانوی می باشد بله. یا مثلا یک نفر مشکل گرده داره یعنی گردهش از کار افتیده بله. یک نفر مشکل غده تایراید داره یا یک تومور داره در غده ادرینال خود به نام فیوکروموسایتوما یا کوشینگ سندروم داره یا استرس داره یا نگرانی از بالاخره یک دلیل واضحی برش ما دریافت میتونیم اما ای که کدامش از نظر به کدام دلیل فشار خون یک نفر بلند رفته این فرد باید نزد دکتر مراجعه کنه دکتر یک تاریخچه دقیق ازی بگیره یک بار تست وظایف غده تایراید برشه یک بار تست وظایف گرده ها شوه از نظر فیوکروموسایتوما ما بله. در ارزیابی قرار بگیره یک دوپلر اولتراساوند رنل آرتری شوه که او استینوزس نداشته باشه بله. بالاخره دل در سنین جوانی اکثرا از نوع سکندری دلیل داره ای که دلیلش چی هست باید نزد دکتر مراجعه بکنن مگ 5 6 دلیل مثلا نام گرفتم بله. اینا باید نزد دکتر مراجعه کنه تا دکتر دریافت کنه دلیل چی هست همو دلیل تداوی شه بله بسیار خوب دکتر صاحب. و یک هموطن دیگه ما به نام حامد پرسیدن که مصرف داروهای چاق کننده آیا باعث فشار بلند خون میشه یا خیر؟ ببینین ابتدا باید بگیم که در طبابت چیزی به نام دوای چاقی وجود نداره بله یک اعتقاد نادرست بعضی از افراد و بعضی از دکتر صاحبا بگویم دیگه که به صورت نادرست یک تعداد دواها را که ما در طبابت برش استیرایدز میگیم دواهای استیراید مثلا دکسامیتازون یا بله. دیکادران نام شون شوندین ای را استفاده میکنن به خاطر چاق کردن بله. یکی از ساید افکت های از این دواها ای است که باعث چاقی میشه باعث تجمع آب در تحت جلد میشه باعث اودما میشه باعث چاقی میشه اما اینا خیلی خطرناک هستند بله. این دواهایی که اول خود دیگه دوا بر چاقی نیست حتما که اینا میگن دوا به خاطر چاقی حتما از استفاده میکنن به توبه چیز دیگه نیست بعضیا که از ساید افکت چیزی به خاطر چاقی استفاده میکنن تا وقتی که از این دوا استفاده میکنن وزنشان زیاد دوا رو قطع کردن پس لاغر میشن بله. خب اینا خب بالاخره لاغر شدن اما او دوا تنها باعث چاقی نمیشه خیلی ساید افکت های خطرناک دیگه داره مثلا باعث شکر میشه او دوا دیابتوجینیک است بله باعث شکر میشه باعث ضعیفی استخوان ها یا استیوپوروز میشه باعث یک سندروم از بنام کوشینگ سندروم میشه باعث درست. فشار بلند خون میشه باعث مشکلات عصبی میشه اگر دختر خانم ها استفاده کنه در رویشون موی میبره یا هرسوتیزم بله. میگن یک تعداد تغییرات در عادات ماهوار دخترای جوان به میان می آید بله. که اینی مشکلات است که بالاخره به وجود می آید اما نفر بالاخره چاق شده بود چند روز بود بالاخره لاغر میشه اما این جنجال های دیگه شمان به نظر من از اینکه آدم این ریسک قبول کنه که گور شکر بگیره و استخوانایش ضعیف شوه و مثلا در روی یک دختر از اینکه موی برازی که خوب است که لاغر باشه بله دقیقاً اگر شما میخواین که چاق شوین یک روز یک برنامه در مورد میگیریم موضوع راه های دیگه داره شما مثلا ورزش بکنین رژیم غذایی تن اصلاح کنین از بعضی غذاهای دیگه است که باعث چاقی میشه استفاده کنن غذاهایی که در ترکیب خود کالری بیشتر دارن غذای بله. چرب غذای شیرین از اینا استفاده کنن چاق میشن ضرور نیست که به خاطر چاقی دوا بگیرن چیزی در طبابت به نام دوای چاقی نیست به خاطر لاغری است یک قلم دوا است گونه استفاده بله. میشه اما او هم زیادی تو مسئولیت خاص نداره خوب ترین چیز برای لاغر شدن ورزش است خوب ترین چیز برای چاق شدن هم ورزش است که ورزش اشتها را زیاد میکنه وقتی که اشتهاشان زیاد شد یک لایف استایل یک رژیم غذایی خوب برشان تعیین میشه از او غذا استفاده میکنن چاق میشن ضرورت نیست که دوا بگیرن بله باعث فشار بلند خون شده میتونه
بله، بسیار خوب دکتر صاحب. راجع به این بر ما معلومات بتین که در وقت دیدن فشار خون باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟ بله، خیلی چیز مهم. ببینین، بعضن ما در ماینه خانه هستیم یا در شفاخانه هستیم، یک نفر دویده دویده میاد دست خود پیش میکنیم، فشار مرا خوب ببین. بله. ببینین به این ترتیب که فشار یک نفر ببینی بلند است، چون فعالیت کرده، در وقت فعالیت فیزیکی، در وقت دویدن بیز فشار بلند میره دیگه. درست. یک نفر امید که سیگریت کشیده می فشار می بیز فشار بلند است، الکل استفاده کرده فشار بلند است. ما یک تعداد معیارات داریم به خاطر فشار بلند خون. حداقل 10 دقیقه قبل از اینکه ما فشار خون یک نفر چک بکنیم، این فرد باید فعالیت فیزیکی نکرده باشه و استراحت کنه. اگر ماینه خانه پیش ما مراجعه میکنه، ما اول میگیم یک 10 دقیقه بشی، نفست راست شوه، بله، آرام شوی، باز بعد از فشار شمینی. پس 10 دقیقه قبل از فشار دیدن باید شخص فعالیت فیزیکی نکرده باشه. نیم ساعت قبل از فشار دیدن باید شخص کافین و سیگریت استفاده نکرده باشه. بله. مثلا یکی انرژی درینک استفاده کرده، کافین داره، قهوه خورده، کافین داره، یا سیگریت استفاده که باید استفاده نکرده باشه. پس 10 دقیقه پیش از ورزش نکرده باشه فعالیت فیزیکی، نیم ساعت پیش سیگریت استفاده نکرده باشه. وقتی فشار شما اینا میکنیم، یک بار دست راستش ما اینا میکنیم، یک بار دست چپش ما اینا میکنیم، یک بار بالات خوابیده روی بستر ما اینا میکنیم، یک بار در وضعیت نشسته ما اینا میکنیم. بسیار خوب. کلی معیارات که در نظر گرفتیم، اگر فشار خون یک شخص بیشتر از 135 بر 80 یا بعضی کتابا 140 بر 90 بود، ما میگیم فرد فشار بلند خون داره. اما در اولین وزیت اینا میگیم حداقل دو بار ای کار شه. مثلا یک بار امروز دیدیم، یک بار دم جریان هفته، یک روز دیگه مریض میخوایم. بله. اگر دو بار حداقل فشارش 140 بر 90 بلند بود یا دمی دفعه اول 180 بر 110 یا بالاتر از بود، ما تثبیت بله. میکنیم که فرد فشار بلند خون داره، کی گپا باید مراعات شوه. بله، بسیار خوب دکتر صاحب. و قبلا اشاره کردین راجع به سیگریت و الکل و کافئین، آیا استفاده از سیگریت و الکل و ایتو چیزا هم بالا رفتن فشار خون نقش داره و یا خیر؟ دقیقاً ببینین، اگر سیگریت باعث بلند رفتن فشار خون نمیشد، ما چرا قبل از اینکه فشار خون یک نفر باید هم میکنیم نیم ساعت پیش باید سیگریت استفاده نکرده باشه؟ بله. الکل همچنان، کافین همچنان، کافین حرکات قلبم زیاد میکنه، فشارم بلند میبره. از او خاطر کسایی که سیگریت استفاده میکنن یک ریسک فاکتور نه تنها برای که برای فشار بلند خون است، برای سکته های قلبی، برای بندش رگ های قلب و بندش رگ های مغز، برای سکته های مغزی است. بله. سیگریت مهمترین عامل قابل تغییر یا قابل اصلاح برای فشار بلند خون و امراض قلبی است. بله. نه از افرادی که سیگریت استفاده میکنن معمولا فشار بلند خون دارن، معمولا افراد مساعد به سکته های قلبی هستن، مساعد به سکته های مغزی هستن، مساعد برای کانسر شش ها هستن، و شاید در تبابت شما یک مرضی را سراغ نداشته باشین که بالاخره سیگریت در بمیان آمدن از او یا در تشدید از او نقش نداشته باشه. بله. بالاخره سیگریت فشار 100% بلند میبره و برعلاوه از اینکه فشار بلند میبره، باعث بندش رگ های قلب میشه، فرد به سکته های قلبی، سکته های مغزی همچنان مساعد میسازه. بسیار خوب دکتر صاحب. و راجع به سن و سال هم اگر اشاره کنین که در کدام سنین میتونه فشار خون بیشتر اشخاص مبتلا شوند؟ بله، قبل از اینکه بگیم راجع به سیگریت یک چیز دیگه بگیم که ما یکی اکتیو اسموکرز داریم، دیگه پسیو اسموکر داریم. یک بله. شخص از خودش سیگریت استفاده میکنه، یک شخص است که دود سیگریت دیگرا را تحمل میکنه. بله. حتی کسایی که خودشون سیگریت استفاده نکنن، دود سیگریت دیگرا را هم تنفس میکنن، اونا هم مساعد به فشار بلند خون میشن. درست. در جامعه ما، در رستوران ها، در کافه ها چیز دیگه به نام قیلون برآمده، خطرناکتر از سیگریت. در دود قیلون حتی مواد رادیواکتیو پیدا شده، 100% سرطان زاستن اینا. از او خاطر کسی که یک بار مگه جای خوندم که انشالله درست باشه، گفته بود کسی که یک بار از قیلون استفاده کرده باشه مثل عزیز که 700 دانه سیگریت کشیده باشه، این چقدر خطرناک است. یعنی نه تنها سیگریت بلکه قیلون همچنان خطر فشار بلند خونه، خطر بندش رگای قلب، خطر سکته های قلبی ره، خطر سکته های مغزی ره و مرگای ناگهانی قلبی ره بالاخره بیشتر میسازه. در مورد درست. سوال دیگه تون که گفتین در کدام سنین بیشتر خطرناک است، ببینین بالاخره فشار خون در هر سن خطرناک است، اما با افزایش سن خطرناکتر میشه، به خاطر اینکه با افزایش سن هر قدری که سن بلند میره اونم رقم سوال کن دیگه چیز همین سوال تون. بله، بله. با افزایش سن بالاخره اونمو رگ هایی که در داخل قلب است، رگ هایی که در داخل مغز است، یک فردی که مثلا 60 سال 65 سال بله زندگی کرده، خون در رگا جریان کرده، حتما این رگا اتیروسکلروز پیدا کردن، قطرات شام اونجا تراکم کرده، این رگا آلودگی و لشمیت خود را از دست دادن، همواری خود را از دست دادن، ترش شدن. بله. و بالاخره بیشتر مساعد به
فشار بلند خون میشن و خطرناکتر است نسبت به کسایی که جوان هستند. اکثرا در جوان ها هم خطرناک است. نگاه یک جوانی تو بگیم نه یک جوان دوا نخوره. بله. در جوان ها هم خطرناک است، در افراد مسن هم خطرناک است، اما در افراد مسن سال خورده نسبت به جوان ها خطرناک تر است. بله بسیار خوب دکتر صاحب، قبلا اشاره کردیم راجع به داروهای چاق کننده که گفتیم اصلا وجود نداره، پس اگر بیایم اشاره کنیم راجع به خود چاقی که چاقی چقدر میتونه نقش داشته باشه روی فشار بلند خون. بله ببینید، چاقی در مجموع یک ریسک فاکتور است، یک خطر است برای فشار بلند خون، برای سکته های قلبی، برای سکته های مغزی، برای شکر، برای استیوپوروز، برای دیجنراتیو جوین دیزیز، یعنی برای اکثریت امراض. بله. همون رقم یک چاقی یک ریسک فاکتور است برای اکثریت امراض دیگه، برای فشار بلند خون همچنان یک ریسک فاکتور است. فشار بلند خون نسبت به افراد لاغر نزد افراد چاق بیشتر می باشد. از اون خاطر افرادی که وزن زیاد دارند، یکی از راه های کنترل فشار خونشان اینمی است که وزن خود را کم بسازند. بله. ما با هر 10 کیلوگرم وزنی که کم میکنیم 10 تا 20 درجه فشار ما پایین میاد. ما فکر کنید اگر فشار خون ما باشه 160 بر 100، اگر ما 10 کیلوگرم وزن خود کم میکنیم فشار ما میشه 140 بر 90، 10 تا 20 درجه فشار ما پایین میاد. بسیار خوب. پس چاقی یک ریسک فاکتور است، کم کردن وزن یک راه خوبی وقایه برای جلوگیری از مبتلا شدن به فشار خون. کسی که فشار خون نداره بالاخره مساعد نیست. بله. و کسی که فشار خون داره در پهلوی از اینکه دوا میگیره یا وزن خود کم کنه، اما نیازش به دوا کمتر میشه و فشار درست. خونش تا حدی کنترل میشه. بله دکتر صاحب. خب دکتر صاحب، بالا رفتن فشار خون تا چه اندازهش میتونه بسیار خطرساز باشه برای یک شخص؟ بله، یک خاطره یادم اومدی که یک جای یک فرد فشارش بلند رفته بود 190 بر 110. بله. من فشار زیر دیدم، گفتم فشارت بلند است، باید امیدقه، باید بر دوا بانیم زیر زبانت و همچنان برد پیچکاری بکنیم، باید استراحت باشی که فشارت را ما کنترل بکنیم. بله. وقتی فشار کنترل شد باز برو. نه، گفت دکتر صاحب تشویش نکن، گفت فشار ما 200 شده چیز نشده مرا. فکر 190 است، یعنی دلش جمع بود دیگه. بله. که مرا فشار 200 وقتی که چیز نشده، از او خاطر در فشار 190 خوبی خیلی نمیشه. یک اعتقاد نادرست و غلط همی است. ببینید در توابت 100% رنج از این مشخص نیست که فشار تا چقدر بلند بره که خطرناک گفته شد. درست. هر زمانی که فشار خون یک فرد 140 بر 90 یا بالاتر از او بود، تثبیت است که فشار خون زی بلند است. هر قدری بله. فشار از 140 بر 90 بیشتر میشه، ریسکش بیشتر میشه، خطرش بیشتر میشه، خطر اختلاط یا مشکلی که از باعث فشار خون به وجود میاد بیشتر میشه، خطر سکته های قلبی، خطر سکته های مغزی، خطر رنال فیلیر یا عدم کفایی گرده ها. بله. و خطر انترمیتد کلوریکیشن که در پای به وجود میاد، نگاه کنش بالاخره بیشتر میشه. اما این یک رنج مشخص نیست که ما بگیم اگر فشار شما تا 180 شد خیر، اگر از او بلند رفت شما حتما میمرین. این یک چیز نیست. تا بله. یک فرد ببینی که در فشار خون 160 سکته مغزی کرده، یک فرد ببینی که در 270 اون سکته مغزی نکرده، جور است. ما کسی رو دیدیم که فشار خونش 240 بر 160 بود، فرد کاملا احساس صحتمندی داشت. اما با این معنی نیست که دیگه همیشه منتظر باشه تا 240 بر 160 اگر شد خیر، نه، از اون که اگر بیشتر شد بازی دوا بخوره پیش دکتر بره. این فشار خون از 140 بر 90 که بیشتر شد حتما باید فرد چی کنه؟ دوا بگیره. حتی کتاب های نو گفتیم از 135 بر 80 اگر فشار خون بلند شد حتما فرد باید دوا بگیره. هر قدری که این رنج بلند میره، ما استپ اول، استیج اول، استیج دو، استیج سه داریم. بله. هر قدری که بلند میشه بالاخره خطر اختلاطش بیشتر میشه، خطر از اینکه از باعث فشار خون یک نفر سکته قلبی بکنه، سکته مغزی بکنه، بالاخره بیشتر میشه. بله بسیار خوب دکتر صاحب. خب در جامعه که ما زندگی میکنیم دقیقاً خود شما میفهمیم که بیشتر اشخاص دچار استرس میباشن. بله. استرس چقدر میتونه تاثیر داشته باشه بالای فشار بلند خون؟ بله ببینین، یکی از چیزایی که باعث فشار بلند خون نزد یک فرد میشه واقعا استرس هم است. بله. بعضی از افراد میگن که تشویش کنم فشارم بلند میره، استرس است. استرس نقش واضحی در بلند رفتن فشار خون داره. کسایی که استرس دارن و فشار خونشان از خاطر استرسشان بلند رفته، اینا حتما باید ابتدا خودشان کوشش کنن استرس خود کم کنن، بعدا اگر نشد نزد روان پزشک مراجعه بکنن، نزد روان شناس استرسشان کم شه، اگر نشد برشان بالاخره دوا داده میشه که استرسشان کنترل شه و بالاخره فشار خونشان پایین بیایه و کنترل شه. پس استرس یک نقش واضح و آشکار در بلند رفتن فشار خون داره. اما به این معنا نیست که اگر از باعث استرس فشار خون ما بلند رفت، بله. باز ما بگویم که
فشار ما فشار عصبی است و هیچ دوا استفاده نکنید. بسیار خوب. ولو اگر از باعث استرس بلند رفته، اگر چربی خوردی، اگر نمک خوردی یا هیچ دلیلش معلوم نیست، بالاخره فشار خون باید کنترل شه. بله، بسیار کوتاه دکتر صاحب، شخص به نام عبدالملک از کابل پرسیدن که اینا بیشتر سرچرخی دارن و گفتن علت ازی از چی میباشن؟ خب ببینین، با ای که یک نفر بگه یک تانا یک سرچرخی داره و از رای تلویزیون علت 100% دقیق بگی کس گفته نمیتونه. بله. علت های مختلف میتونه سبب سرچرخی نزد یک فرد شه. مثلا فشار بلند خون میتونه سبب سرچرخی شه، فشار پایین خون هم میتونه سبب سرچرخی شه، مشکلات گوش هم میتونه سبب سرچرخی شه، کم خونی هم میتونه سبب سرچرخی شه، حتی کرونا میتونه سبب سرچرخی شه. اما اینا باید از نزدیک نزد دکتر مراجعه بکنن تا که یک تاریخچه دقیق از اینا گرفته شوه، فشارشان چک شوه، بالاخره اگر سیوبی شون و خونشان چک شه، کم خون نباشن، فشار بلند نداشته باشن، یا بعض وقت یک نفر هایپوگلایسیمیا داره، سرچرخی میشه، سویق قند خونش پایین اومده. بله. پس اینا باید نزد دکتر مراجعه کنن تا که یک ارزیابی دقیق شوه و یافت شه علتش، چون یک علت مشخص نداره سرچرخی. دهها مرض از دهها علت سبب سرچرخی نزد یک فرد میشه. بله، بسیار خوب دکتر صاحب. اول هم میشه برای ما راجع به وقایع مرض بگوین که چطور میتونیم وقایع کنیم از اینکه مبتلا نشیم به فشار بلند خون، و بعد از او هم اگر راجع به تداویش برام بگوین. ببینین راههای وقایع از فشار بلند خون چی است. ما فقط اونمو changeable risk factors یا modifiable risk factor یا نمو فاکتورهای خطرسازی که بالاخره در توان ما سکور اصلاح بکنیم، امور اصلاح میکنیم. یعنی چی؟ بله. اگر وزن ما زیاد است، وزن خود کم کنیم، از فشار خون وقایع میشیم. درست. اگر رژیم غذایی ما نامتوازن است، ما امور متوازن بسازیم، فشار خون ما کنترل میشه. یعنی چی؟ درست. کنیم، یعنی ما از غذاهایی که در ترکیب خود نمک یا سدیم دارن کم استفاده کنیم، از غذاهایی که در ترکیب خود پتاسیم دارن زیاد استفاده کنیم. پتاسیم در ترکیب اکثر میوه‌جات و سبزیجات وجود داره. مثلا اگر شما از کیله استفاده کنین، منبع غنی پتاسیم است، از انار استفاده کنین، از سبزیجات استفاده کنین، منبع غنی پتاسیم، فشارتان پایین میاد. اگر سیگریت استفاده میکنین، سیگریت قطع کنین، از فشار بلند خون وقایع میشه. اگر الکل استفاده میکنین، الکل قطع کنین. اگر استرس دارین، استرستان کش کنین، کنترل بکنین. اگر فعالیت فیزیکی ندارین، فعالیت فیزیکی بکنین. بسیار خوب. کسی که ورزش میکنه، فعالیت فیزیکی میکنه، چربی خونش کنترل میشه، فشارش هم کنترل میشه و کلسترول مفیدی که ما HDL داریم در نتیجه ورزش بلند میشه. بسیار کار نیک است. پس این راههایی است که یک فرد میتونه از فشار بلند خون خود وقایع کنه. ما اگر وزن خود کم میکنیم، قبلا هم گفتم هر 10 کیلوگرم وزن ما کم میکنیم، 10 تا 20 درجه فشار ما پایین میاد. امیرقم سیگریت که ما قطع میکنیم، همینقدر فشار ما پایین میاد. بله. امیرقم اگر رژیم غذایی خود اصلاح میکنیم، فشار خون ما شما بالاخره پایین میاد. بله. قسمت تداوی گفتین. در قسمت تداوی ببینین، ما در طبابت یک تعداد از امراض داریم که اونا قابل تداوی هستن، یک تعداد از امراض داریم قابل کنترل هستن. یعنی ما یک تریتیبل دیزیزز داریم، یکی کنترلبل دیزیزز داریم. یعنی چی معنا؟ ببینین، اگر فشار بلند خون یک فرد از نوع ابتدایی باشه که هیچ دلیل برش تا حال پیدا نشده، بله، سببش معلوم نیست، ما او رو نمیتونیم تداوی بکنیم دیگه، چون هیچ دلیل نیست دیگه، ما چی رو تداوی کنیم؟ بله. فرد تا وقتی که زنده است باید دوا استفاده کنه، دوای فشار بلند خون. بسیار خوب. از روزی که تشخیص شد تا وقتی که زنده است، زیر نظر دکتر باید دوای خود بخوره، اما هر 3 تا 6 ماه بعد باید نزد دکتر مراجعه کنه که یک معاینه خون نزدش اجرا شود، که بعضی دواها سوی الکترولیت ها را، سدیم، پتاسیم، کلسیم اینا را تغییر میدن که اگر کم و زیاد شده باشه دوایشان چنج شوه. بله. اما در شکل ثانوی ما میتونیم تداوی بکنیم، چون دلیل داره. اگر یک نفر رنال آرتری استینوز داشت، اگر ما او را پس دایلیتیشن دادیم یا استنت انداختیم، اسپرینگ انداختیم، رنال آرتری باز کردیم، نفر خوب میشه. اگر یک نفر هایپرتیرویدیسم داشت، تداوی شد، یا کوشینگ سندروم، بالاخره فیو کروموسایتومای تومور برداشت شد، بالاخره فرد خوب میشه. در شکل ثانویش که دلیل مشخص داره، ما میتونیم تداوی بکنیم که فرد دیگه خوب شه، اما در شکل ابتدایی چون دلیل مشخص نیست، فرد وقتی که تشخیص شد باید دوامدار دوا بگیره. خواستم از بینندای عزیز چی است؟ خواستم از هموطنای ما است که وقتی که یک بار تشخیص شد که شما فشار بلند خون دارین، دیگه شما تا که زنده هستین فشار خون دانم رایتان است. فشار خون چیزی نیست که شما یک نسخه دکتر بگیرین، یک نسخه از دکتر بگیرین، یک 10 تابلت بعد 10 روز استفاده کنین، دیگه هیچ گاهی فشار خون شما پیدا نکنین و هیچ گاهی بلند نره. درست. شما دیگه دوامدار باید دوای فشارتان استفاده کنین، خود سرانه قطع هم نکنین، دوایتان خلاص شد نزد دکتر مراجعه کنین، هر 3 تا 6 ماه بعد دوایتان باید چک کنین، نزد دکتر برین، یک تعداد معاینات بگیرین که شما خوب شوین. توقع نکنین که با یک نسخه از بین بره.
بله، بسیار تشکر از شما دکتر زنده صاحب و باشین. صحبت های بسیار خوبتان و خواهش همچنان میکنم. از حضورتان در برنامه امروز ما. زنده باشین. بیننده های عزیزی بود محتویات برنامه امروز ما که تقدیم شما کردیم، امیدوار هستم مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی و موضوع بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم، تمامتان به خدای بی‌نیاز میسپارم. شب روزتان بخیر، خدا نگهدار.